سلام دوستان، عید شما مبارک. 100 سال به از اینها در یک دنیای بدون آخوند به منظورم همون شکم گنده های دزده. میبخشین که دیر خدمتتون رسیدم. ها به من گفتن که به فرمان عظما تحت تعقیبی، یه چند روزی آفتابی نشو. شوخی کردم بابا، شوخی کردم، چون موشکاف که از هرچی بترسه از این آخوندهای مفنگی که نمیترسه. میگن که سالی که نکوست از بهارش پیداست، از داغونی خامنه و حال نزارش پیداست. ببینین روز اول سال حال نزارش چجوری لو داده. درباره سال 98 اظهار نظر کردن که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این رو قبول ندارم. من معتقدم سال 1398 به توفیق الهی سال فرصت هاست، سال امکانات و سال گشایش. دیدین چجوری لو دادش؟ خب اگه مطلقا تهدیدی نداری و وضع نظام اینقدر خوبه، چرا اصلا به زبون میاری؟ خب دیگه عادتش وارونگوییه. بیچاره از پرت بدبختی دوچاره حواس پرتی شده و یادش رفته که خودش گفته بود نقشه دشمنان برای سال 98 است. حالا ببینید دو جمله بعد سال امکانات و گشایش و چطوری توضیح میدهد. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. وای پس گشایش و فرصت و امکانات و اینا چی شد؟ در عرض یه روز یادش رفت تو پیامش چی گفته بود؟ اوزی آلزایمر گرفتی؟ اما بدبختی های عزبا بیشتر از ایناست. مجبوره بازم دست خودشو بیشتر رو کنه، اونم با غر زدن علیه اروپایی ها. در عین این که هی به ما تأکید کردن و می کنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. بله، اگه اروپایی‌ام عملا از برجام خارج شدن، خب دیگه چرا معطلی؟ مگه نگفته بودی اگه آمریکا برجامو پاره کنه تو آتیش میزنیش؟ حالا هم که اروپایی‌ها نارو زدن، دیگه منتظر چی هستی؟ دنبال کبریت میگردی؟ بدم خدمتتون. پس میبینین که حال زار و نزار عظما تو چه سال نیکویه. حالا این اعتراف ها رو بذارین کنار دوتا سیلی آبدار دیگه تو همین اول سالی که نوش جان کردش. یکی وعده لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا و دومی تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران و بقیه موارد. میگم اوزی این گنجشکا چرا دور سر تو میچرخن؟ به پا نخوری زمین. دوستان روز و شب بهاریتون خوش، عزت زیاد. با آقای موشکاف